خب با جا میریم دوستان عزیز به بحث امروز. پیش از این که ما نکات بسیار جالب و ساختارمند مدیریت پروژه رو با شما بحث بکنیم، چقدر خوب هست که تاریخچه مدیریت پروژه را که به چه زبانی برمیگردند ما چی کنیم یک مرور گذرا برش داشته باشیم. دوستان، تاریخچه هر مفهومی، هر موضوعی که در دنیای مدرن با آنها ما مواجه میشیم، اینها ریشه های بسیار طول تاریخی در جامعه بشری داشتن. اگر ما سرآغاز جامعه بشری را و کارهایی را که اینها کردن، فرهنگ را که اینها ایجاد کردن، مفاهیمی را که اینها در طبیعت خام به وجود آوردند به اینها نگاه بکنیم، همه اینها تحت یک مدیریت، تحت یک ساختار چشنن تشکیل شدند. از کارهای کوچک هنری گرفته تا پروژه های کلان امروز، فضایی، زمینی، هوایی که اینها تنظیم کردن، اینها چیستن؟ پروژه هست. اما بیشترین نکات را که ما به پروژه ها نگاه میکنیم از حیرت و نگاه های علمی متخصصین و دانشمندان در طول تاریخ چشیدن به وجود آمدن. به فرض مثال اگر شما نگاه بکنین به تاریخچه معمولی پروژه در جهان، شما اهرام مصر را اگر ببینین، یک پروژه خیلی کلان است. اگر هر هنرمندی، هر متخصص، هر دانشمندی که با این پروژه نگاه بکنه، حتما نگاهش به این میفته که چه قسم این پروژه را اینها چه کردن؟ تکمیل کردن. یعنی با چه هنری، با چه امکاناتی، با چه بودجه، در چه زمانی، در چه محدوده اینها چی شدن؟ تکمیل شدن. که یک خیلی از سوال جالب است که ما در محدوده پروژه اینها رو بحث کردیم دوستان. به فرض مثال همین اهرام مصر که شما مد نظر بگیرید، یک نگاه برای شما میفته که میگین چه زمانی این پروژه تکمیل شده، چه مدته، یا با چه بودجه ای باید تکمیل شده و با چه محدوده. دوستان، این چیست؟ یکی از هنرها یا یکی از علمی هست که ما با تاریخ چی داریم؟ سر و کار داریم. شما میتونین این موضوعات در تاریخ چی کنین؟ نگاه بکنین. یا دیوار چین. دیوار چین که در بیجینگ به قول چینایی ها بلان بیجینگ است. شما اگر نگاه بکنین، دیوار چین یکی از دیوارهای بسیار کلان در سطح دنیا هست. اگر شما یک سفر برین به چین، به ساختار این دیوار نگاه بکنین، حتما به حیرت میفتین که چقدر افراد با چی بودجه، در چی زمان، با چی محدوده اینها رو چی کردن؟ تکمیل کردن. پس اینها دوستا زمینه میشن برای چی؟ علم مدیریت پروژه. این مضمون باستاب همین مثال های هستن که در طول تاریخ جامعه بشری چیستن وجود دارن و از لابلای اینها توانستن چی کنن؟ تا مدیریت پروژه را ایجاد بکنن. و همچنان پروژه های متعدد دیگری که در سطح دنیا خرد و کلان جور شدن در طول تاریخ، اینها باعث شدن که دانشمندان و متخصصین نگاه عمیق و کارآمد را نسبت به چی؟ علم مدیریت، به ویژه مدیریت پروژه چی کنند؟ نگاه بکنند. پس مایی که امروز در جهان مدرن زندگی میکنیم، با این همه تنوع در تکنولوژی، به ویژه تکنولوژی در ساخت انجینری، در مکانیک، اینها پروژه هایی هستند که تراویش فکری دانشمندان در طول قرون متمادی بودند. یعنی اینطور نبودند که ما در قرن 21 میخواهیم پروژه تعریف بکنیم، مدیریت پروژه تعریف بکنیم، ساختار پروژه تعریف بکنیم. این ساختارها در واقع دوستان از قرون های متمادی انرژی جامعه بشری، افراد متخصصشون مصرف شده تا امروز ما از امکانات تکنولوژی گرفته تا برنامه های بسیار بزرگ ساختمانی، تا برنامه های اقتصادی و توسعه ما باشان مواجه میشیم که ما اینها چیستن؟ پروژه هستند. اما چیزی که مهم بودن در تاریخ مدیریت پروژه به سال 1900 میلادی برمیگردن. معمولا در جریان جنگ های اول و دوم جهانی بیشترین کارهایی که صورت میگرفتن در ساختارهای نظامی پروژه های تشکیل میشدن که اینها بتونن پروژه ها را با امکانات بسیار خوب چی کنن؟ بسازن. که از این جمله در سال 1960 هنری گانت یک از دانشمندان بسیار فعال هستند که در پروژه های نظامی و هوافضایی امریکا و انگلستان کار کردند. این پروژه ها را ناچی میکردن، توسعه میدادند و نتیجه تراویش فکری هنری گانت چی بودن؟ گنچارت هست که امروز یکی از معمولترین روشی هستند برای چی؟ مدیریت چی؟ پروژه ها هست. گنچارت که در سال 1950 و 1960 به عنوان سالهای آغازین رشد و توسعه مدیریت چی میشه؟ مطرح میشه. و در این زمان است که هنری گانت با توجه به این مفهوم تانست که مدیریت پروژه را کمی برجسته بسازد. تا امروز هم شما اگر در سافت‌ویر مثل اکسل یا مثلا
ورد اگر نگاه میکنین، از این چارت معمولا در مدیریت پروژه ها، در استیمیت تخمین زدن پروژه ها چی میشن؟ استفاده میشن. اما تغییرات سریع تکنولوژی بعد از دهه 1970 که نقطه عطف تکنولوژی در تاریخ جامعه بشری هست، پروژه های کلان تکنولوژیکی وقت شکل میگیره. مثل اگر شما توجه به کمپانی مثل مایکروسافت، آی بی ایم، امازون، به فرض مثال بایدو یا ترنسین، کمپانی های کلان که در چین هست، در کشورهای اروپایی هست، به این کمپانی ها نگاه میکنین بیشتر برد تکنولوژیکی داره. اینها همشون تحت کارهایشان با پروژه ها آغاز میشن و مدیریت این پروژه ها با افراد متخصص، با بودجه، با زمان نیاز به چی دارن؟ به ساختارهای مدیریتی دارن که ساختارهای مدیریتی کمک میکنه تا پروژه رو ما چی کنیم؟ تکمیل بکنیم. از این لحاظ است که رشته تحت عنوان بی بی ای، رشته بزنس، رشته مدیریت، رشته مثلا فایننس، اینها از بخش های متعدد چی میشن؟ به وجود میاد. قدرت ها و شرکت های کلان دست به کار میشه تا پروژه های کلان چی کنه؟ توسعه بده. مثل مایکروسافت آمد روی ویندوز کار کرد، یک پروژه کلان است. ممکن است افراد خیلی متخصص سالهاست نسبت با ویندوز، با ورژن های مختلف ویندوز به عنوان یک پروژه چی میکنه؟ کار میکنه. یا به فرض مثال شما اگر برین طرف ناسا، ناسا با پروژه های بسیار بزرگ خود چی در زمین چی در فضا کارهایی را انجام میده که این پروژه هایشان ممکن است میلیون ها یا میلیارد ها دلار هزینه بکنه تا این پروژه ها رو به شکل موفقانه چیکونه مدیریت بکنه. شما دوستان متوجه باشین امروز جهان موشک های فضایی که به فضا میفرستن، اینها کار یک پروژه هست، یک تیم هست، در یک زمان خاص پیش بینی میکنن تا این کارها چه شون تحقق پیدا بکنن. گانچا در اوایل دهه 1900 میلادی تاریخ تکوین بارچارت تا شاید شما دیده باشین دوستا که به دوران جنگ جهانی اول میرسد، کم کم نگاهشان به این شد که تا ما بتوانیم از این میتود یا سک استفاده بکنیم به کارهای مدیریتی خود، جایی که یک امریکایی به نام هنری گان برای نخستین بار بارچارت را برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه های خود برای مؤسسات مثل کشتیرانی است، مثل مؤسسات نظامی هست، مثل ساختارهای دریایی هست، اینها چی کند؟ استفاده بکند تا بتونه از این میتود یا سبک کار پروژه را آسان‌تر بسازه. دوستا وقتی که شما اگر میخواین که پروژه را تکمیل آغاز بکنین، شما اگر به ساخت یک پروپوزل نگاه بکنین، در ختم شما تایم فریم یا تایم منیجمنت دارین که تایم فریم یا تایم منیجمنت برای شما ای عنوان میکنه، ای پاسخ میده که شما باید با یک فریم خاص تایم پروژه را چیکنین مدیریت بکنین. پس از این لحاظ هست که مؤسسات مختلفی در تاریخ جامعه بشری و کوشش کردن که از اقدامات لازم در جهت مدیریت پروژه خود چکنن استفاده بکنن. بعد از این مفهوم دوستا که مؤسسه بین المللی مدیریت پروژه به عنوان اولین مؤسسه رسمی دایر شد، برای چی؟ توسعه و ساختارهای پروژه هایی که بتوانند برای جامعه بشری مفید باشند و استانداردها را تعریف بکنند و این استانداردها برای ما کمک بکنه تا ما بتونیم پروژه هایی که در سطح ملی در سطح بین المللی هست ما درست‌تر چکنیم مدیریت بکنیم. یکی از مهمترین دستاوردهای تاسیس این مؤسسه تدوین استاندارد جهانی دانش مدیریت پروژه بود است. یعنی دانش مدیریت پروژه توسط مؤسسه بین المللی مدیریت چه شدن تعریف شدن. یعنی اگر شما میخواین که این استانداردها را بخونین و بیاموزین، شما نیاز دارین که یک رفرنسی به سایت های معتبر یا مقالات علمی راجع شوین تا بتونین چی کنین برای عنوان ها یا مراحلی که ما بتونیم یک پروژه رو تکمیل بکنیم یا بسازیم از استاندارد های مؤسسه بین المللی مدیریت پروژه چی کنیم استفاده بکنیم. از این پس دگرگونی ها بیشتر در سطح پروژه ها چی میشه؟ آغاز میشه، کارها منسجم میشه، استانداردها تعریف میشه تا اینکه ما میرسیم به کجا؟ به عصر ما که در قرن 21 زندگی میکنیم، در سال 2021 دوستا. در اینجا تکنیک های مدرن ایجاد میشه به خاطر چی؟ ساخت پروژه ها، مدیریت پروژه ها و کارکرد پروژه ها. بیشترین دانشمندان در عصر ما که زندگی میکنیم کوشش میکنن که با بجت کم، با زمان کم، با نیروی محصر بتونه کار پروژه رو چکنه تکمیل بکنه. دوستا به فرض مثال یک مثال از پروژه ها میزنیم که یک مروری که داشتیم از تاریخش میاییم به عصر ما. فکر میکنیم که یک پروژه اگر که 100 میلیون دلار بودجه داشته باشد و این 100 میلیون دلار ما بخوایم چکنیم برای یک کاری که ممکن است بجت واقعیش که مصرف بکنیم به 10 میلیون باشه. خب پس ما چی میکنیم؟ ما اولین کار که میکنیم تایم بندی، بجت بندی و کارهایی که در سطح از پروژه صورت میگیره اینها رو چی میکنیم؟ مورد توجه قرار میدیم. یک
افراد متخصصی که در سطح پروژه ما کار میکنه، برای اینا فکر میکنیم که در ظرف یک سال که ما این پروژه رو تکمیل میکنیم چقدر معاش برای اینها چی میشه پرداخته میشه. ما به فرض مثال به 11 کارمند متخصص نیاز داریم، 11 کارمند ما با معاش بسیار بالا، چه خارجی باشه چه داخلی، ما تعیین میکنیم. معاش کارمندان تعیین میشه در سطح پروژه. دو، مواد لازمی که ما در ساخت پروژه لازم داریم یا کارهایی که ما در ساخت پروژه میکنیم، این موادها رو ما میسنجیم که چه مقدار مواد در سطح پروژه چی میشه مصرف میشه. مصرف مواد لازمه چی میکنیم؟ ما میسنجیم در لابلای تایم فریم اینها رو قرار میدیم. بعدش ما کارکرد پروژه که در هر بخش از پروژه چی کارها صورت میگیره تعریف میکنیم. به فرض مثال پروژه سافت ویر هست، این پروژه سافت ویر یک سیستمی مدیریتی آنلاین از مراکز تحقیقاتی است که هر مقاله علمی که چاپ میشه بیاین در سایت علمی یا سایت نشراتی ما قرار بگیرن و از این طریق به خدمت جامعه بشری قرار بگیرن که اینها بتونن از این منبع چیکونه استفاده بکنن. خب پس ما یک پروژه مبهم است، ما به چی نیاز داریم؟ اولین کاری که میکنیم به زمان نگاه میکنیم که میگیم در ظرف 6 ماه این پروژه را از ما تقاضا کردن. بعد ما نگاه میکنیم که ما نیروی موثری در این زمینه داریم که پروگرامینگ بکنه یا مثلا مراحل یا سایکل سافت ویر انجینیرینگ در این پیاده بکنه. بعدش ما یا تکنولوژی لازم داریم که پروژه را تکمیل بکنیم. بعد ما میخوایم که کارکردی که پروژه انجام میده بهش نگاه میکنیم. اول است که پیپر بگیره پلیجریزم بکنه، بعد از پلیجریزم کسایی که تقلب کرده بودن برای اینا خط سرخ بکشن، بعد از خط سرخ نتیجه رو برای ما بیتن که آیا پیپر که اینا پابلش میکنن آیا قابل قبول هست یا نیست، آیا پلیجریزم شده یا نشد. اگر پلیجریزم شده بود ما برای نویسنده فیدبک میتیم، میگیم که شما دوباره باید چی کنین؟ روی پیپرتون کار بکنین، روی مقالتون کار بکنین تا باید قابل قبول به شکل استانداردها یا استانداردهای علمی شده باشه. پس ما با این نگاه میتونیم که تمام سایکل پروژه را از نقطه A تا B چی کنیم مدیریت بکنیم. و ضمناً دوستان اگر شما بخواید که پروژه را به صورت درست و حرفه‌ای تکمیل بکنین، شما نیاز دارین که در قسمت کارکرد یا فانکشن چی از لحاظ فانکشن هستن نان فانکشنال ریکوایرمنت اینها رو به صورت درست در ابتدا تعریف بکنید. کارکرد پروژه ایست، کارکرد سافت ویر ایست که پیپر گرفته میشه، تکستش در روی صفحه قرار میگه صفحه وب، بعد پروسس میشه بعد نتیجه رو برای شما میده. و در این مرحله شما چی به چی نیاز دارین؟ نیاز دارین که یک ورودی نیاز دارین و یک خروجی. وقتی که در اینجا پروسس میشه باید پلیجریزم درست چشون مورد قابل تطبیق باشه تا دیتا هایی که به صورت نامناسب از مختلف جاها یا پست و کپی شده بودن یا سرقت ادبی صورت گرفته بودن برای چی نویسنده شما با استاپ بتین تا بتونین تصفیه علمی یا خروجی را به جامعه بشری خوب چکنین تطبیق بکنین. از این لحاظ هست که معمولا ما در سطح یک پروژه بسیار با یک فکر درست با یک مدیریت فکر فوق العاده لازم داریم تا پروژه های چه از لحاظ تکنولوژیکی، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توسعه‌ای و اقتصادی ما اینها رو چکنین تکمیل بکنیم. که انشاءالله شما با این مفاهیمی که در درس‌های متمادی ما دنبال میکنیم شما این مهارت رو پیدا میکنین که در سطح سافت ویر یا دیتابیسی که کار میکنین شما چی کنین این تیوری ها یا این کارهایی رو که ما به شما آموزش میدیم شما تطبیق بکنین تا پروژه ها چشون موفق شون، یعنی کارکرد پروژه بالا برن. با قول انگلیسی ها میگه write less do more، میگه در پروژه شما باید کمترین در پروژه سافت ویر کم بنویسین و بیشترین کار رو باید چی کنه انجام بده. و the less money do more work، با کمترین پول باید بیشترین کارها رو شما چی کنین مدیریت بکنین که یک از استراتژی خاص مدیریت است در سطح پروژه ها. به فرض مثال دوستا اگر شما در عمق برنامه پروژه هم برین در برنامه نویسی یک فانکشن تعریف میکنین، میگه این فانکشن کاری بسیاری کارها رو باید تکرارن انجام بده، نیاز ندارین که ما کد اضافه نوشته بکنین، میگیم یک فانکشن بیشترین کار را برای یک پروژه انجام بده. میگه write once do many time، این کاری هست که شما انشاءالله در ساختارهای پروژه مد نظر بگیریم. دوستان عزیز درس امروز ما جنبندی میکنیم، روی تاریخچه پروژه صحبت کردیم، آمدیم از تاریخ از پروژه های مثل کلان، مثل در مصر بودن، مثل در چین بودن، امریکا سروپاس گرفته تا پروژه های تکنولوژیکی مدرن است که اینها همهشان به هنر پروژه نیاز دارن، مدیریت پروژه نیاز دارن که شما باید داشته باشید. نقطه بعدی که سر آغاز تحول پروژه بود، از آغاز هنری گاند بود که با ساختار
بار چارتر که جور کردن تا هنوز در سطح مدیریت پروژه چی میشن استفاده میشه و مؤسسه بین‌المللی مدیریت پروژه هم استانداردهای را تعریف کردن که این استانداردها باعث میشه که شما چی کنین پروژه را به صورت موفق‌آمیز چی کنین تکمیل بکنین و از ارزش‌ها و منابعی که مؤسسه بین‌المللی مدیریت پروژه تعریف کردن استفاده بکنیم. درس امروز اینجا خاتمه میتیم. تا ویدیوی بعدی شما را به لای پاک میسپاریم.